مجاهدین با جلسات و کنفرانس ها و جمع کردن سنی ها و بعثی ها و تروریست ها آنها را آموزش و شستشوی مغزی دادند و به این نقطه رساندند. اگر با مجاهدین سازش شود بیش از این هم خواهند کرد. ما وقتی در تهران نتایج اولیه انتخابات و شکست احزاب دینی را شنیدیم بسیار ناراحت شدیم و به کانال ارتباطی ابلاغ کردیم که باید این قرارگاه به طور کامل بسته شود تا در انتخابات پارلمان آینده دچار این توطئه نشویم. به این مسئله بی نهایت باید اهمیت داده شود. در غیر این صورت همین بلای انتخابات استانی در انتخابات پارلمانی هم تکرار می شود. ما در ایران به زودی انتخابات ریاست جمهوری داریم. چند ماه بعد از آن عراق انتخابات پارلمانی دارد. اگر به مجاهدین تا آن زمان فرصت داده شود تأثیرات خود را خواهند گذاشت. لذا همین حالا این سرطان باید از تن عراق ریشه کن شود. ثانیاً در شرایطی که عراق از طرف آمریکا اشغال شده و ما هم در تهدید اشغال هستیم، مذاکرات آینده ما با آمریکایی ها یک نقطه ضعف جدی دارد و آن مجاهدین هستند. نقطه ضعف ما در مذاکرات آینده مجاهدین هستند و نقطه قوت آمریکایی ها هم مجاهدین هستند. بنابراین باید این برگ برنده را از قبل بسوزانیم. ما به آمریکایی ها گفته این که خارج کردن مجاهدین از لیست برای ما به معنی اعلام جنگ آمریکا به ما می باشد و دموکرات ها اهل جنگیدن نیستند و الان می خواهند به مسئله داخلی و مسئله اقتصادی بپردازند و بنابراین مطمئن باشید هیچ وقت مجاهدین را از لیست خارج نمی کنند. دولت عراق باید به آمریکایی ها بگوید ما با مجاهدین تا هر زمانی که شما آنها را در لیست دارید به عنوان تروریست برخورد می‌کنیم و همه روابط و ارتباطات آنها را قطع می‌کنیم. خط کار رژیم آخوندی در استان دیالی عراق که در انتخابات شورای این استان 8 میلیون دلار هزینه کرد اما باز هم به سختی شکست خورد بسیار قابل توجه است. اینان قسمت هایی از یک سند موثق اطلاعاتی نیروی تروریستی قدس را می خوانم. برای اینکه در انتخابات آتی شوراهای شهرها و بخشها که قرار است در تابستان باشد همین بلا تکرار نشود باید فکری کرد. افرادی هم هستند که به حکومت محلی وارد می شوند که نباید اجازه بدهیم. همه این مسائل نیاز به این دارد که از تجارب و پشتیبانی و امکانات جمهوری اسلامی حد اکثر استفاده صورت گیرد تا طرحی را برای مقابله با این وضعیت مشخص بکنیم. آمار و ارقام بسیار تلخ است. آقای ولایتی هم در نجف نظرشان این بود که دیالی از دست رفت و نیاز به کار جدی دارد. خطوط و چاره‌جویی ما به شرح زیر است. 1. تعیین مکانیزمی در هماهنگی با کمیساریا تا حدود 20,000 خانوار به این استان کوچ داده شوند. اسامیشان در لیست های کمیساریای انتخابات نیست و نتوانستند رأی بدهند و ما پافشاری میکنیم تا بتوانند رأی بدهند. 2. البته استاندار آینده دیالی یقیناً سنی خواهد بود که به احتمال قوی یکی از اشرار است. ولی ما تلاش میکنیم که ریاست شورای استان یا منصب مهم دیگری را برای شیعیان بگیریم. مهم این است که حداقل با یک منصب کلیدی بتوانیم با مردم در رابطه با انتخابات شوراهای شهرها و همچنین انتخابات پارلمانی آینده کار کنیم. 3. اقدام بعدی این است که با همراهی برخی برادران در دیالی، در نجف و کربلا اقدام به آگاه سازی شخصیت‌های مذهبی و روحانیون در رابطه با خسارتی که در دیالی متوجه شیعیان شده بنماییم. هدف این است که در شورای استانها تا مجلس نمایندگان
اگر نمیتوانیم چیزی را که خواهان آن هستیم به تصویب برسانیم، حداقل جلوی چیزی که مخالفش هستیم را بگیریم. 4. ایجاد اختلاف بین احزاب عراقی که ممکن است به زیان جمهوری اسلامی با یکدیگر ائتلاف کنند. از این ائتلافات به هر قیمت باید جلوگیری شود. در حال حاضر جوانان و برادرانمان به صورت کاملا مخفی دارند روی به هم زدن و روی ایجاد اختلاف بین فراکسیون توافق و فراکسیون حوار کار می کنند. اما از پخش شایعات، انجام برخی دستگیری ها و ترویج این که این دستگیری تقصیر طرف مقابل بوده است. 5. کار کردن روی پیشینه مذهبی تمام کاندیداها تا بتوان خطوطی را با نفرات مستعد باز کنیم و طرح‌ها و پروژه‌های مشخصی از طرف مقابل را با اخلال مواجه بکنیم و در پشت پرده قول و قرارها را بگذاریم و حداقل بتوانیم جلوی پیشرفت طرح‌هایی را که به نفع ما نیست بگیریم. حالا که پیروز نشدیم، حداقل جلوی ضرر را بگیریم. برخی افراد شرور را هم باید از طریق هیئت پاکسازی برکنار کرد. 6. در اجرای طرح‌هایی که داریم مشکل این است که شهروندان شیعه خوب همکاری نمی‌کنند و بسیار سرخورده هستند و می‌گویند چه فایده دارد کار کنیم که دوباره همانهایی سر کار بیایند که دیدیم چه کردند. 7. متاسفانه برخلاف ایران، مردم در عراق حتی از اسمهای فراکسیونهای دینی زده شدند. امروز در عراق کسان دست بالا را پیدا می کنند که از جمهوری اسلامی فاصله می گیرند. سیاسیون اسلامی باید روشهای جدیدی را در پیش بگیرند. در ماه محرم در مذهبی ترین منطقه شیعه نشین دیالی یک نظرسنجی انجام شد و تلویزیون الفرات در رتبه 18 قرار داشت. روزنامه ها و مجلاتی را هم که می گویند پول آن را جمهوری اسلامی می دهد دیگر استقبالی ندارد. 8. اگر آمریکایی ها زودتر از عراق بروند، فضا برای کار با جمهوری اسلامی بیشتر می شود. 9. اگر حساب منافقین رسیده شود، طرفداران آنها حساب کار خودشان را خواهند کرد و باید برای این موضوع اولویت زیادی قائل شد. اما اکنون این خامنه ایست که برای نخستین بار از طریق رسانه ها و شبکه رادیو و تلویزیون خودی آشکارا به یک توافق پنهان دو جانبه برای اخراج مجاهدین از عراق اعتراف می کند. به این ترتیب اثبات می شود که اخراج مجاهدین از عراق و بستن اشرف خواسته و دیکته و دخالت و جنایت آخوند پسندی است که دیکتاتوری آخوندی برای آن دولت عراق را به آشکارترین و وقیحانه‌ترین صورت تحت فشار گذاشته است. در حالی که خامنه‌ای خودش تصریح می کند که کشورهای دیگر حاضر به پذیرفتن مجاهدین نیستند، اخراج از عراق مفهومی جز کشتار یا تسلیم به رژیم آخوندها و زانون زدن در برابر فاشیسم دینی ندارد. تصادفی نیست که تلویزیون رژیم پس از یاوه‌گویی خامنه‌ای علیه مجاهدین، سفیر رژیم در بغداد را به صحنه می آورد تا بگوید دولت عراق این را رسماً به اعضای این گروهک اعلام کرد که باید خاک عراق را ترک کنند و اینها باید بروند به کشور ثالثی یا آن افراد نادم فریب خورده می توانند به کشور خودشان بازگردند. دولت عراق این رسماً به اعضای این گروهک اعلام کرد که باید خاک عراق را ترک کنند و اینها باید برند به کشور ثالثی یا اون افراد نادم فریب خورده می توانند به کشور خودشون بازگردند. از این رو گفته ایم و باز هم تکرار می کنیم که به غایت استقبال می کنیم که عراق کشور قانون و دموکراسی
و دارای حاکمیت بالاستقلال و به قول خودشان دارای سیادت ذات و سیاده باشد. اما اگر رژیم آخوندی بخواهد این سیادت را سرقت کند و خط خودش را پیش ببرد و قوانین بین المللی را زیر پا بگذارد، یعنی همان چیزهایی را نقض کند که جامعه بین المللی و دولت آمریکا و کاخ سفید و سفارت آمریکا و پارلمان اروپا و اکثریت پارلمان‌های کشورهای اروپایی آن را در مورد حقوق ساکنان اشرف مورد تأکید قرار دادند، آن وقت تا پای جان می ایستیم.